2 قرنتیان فصل 6. پس ما که همکاران خدا هستیم از شما که فیض خدا را یافته اید درخواست می کنیم که نگذارید آن فیض در زندگی شما بی اثر بماند، زیرا او می فرماید در زمان مطلوب به تو گوش دادم و در روز نجات تو را کمک کردم. گوش بدهید، این زمان زمان مطلوب است و امروز روز نجات. ما نمی خواهیم به هیچ صورت باعث لغزش کسی بشویم، مبادا نقصی در خدمت ما یافت شود، بلکه می خواهیم با هر کاری که می کنیم نشان دهیم که خادمان حقیقی خدا هستیم، یعنی با تحمل زحمات و سختی ها و دشواری ها. ما در لطکوب ها، حبس ها، شورش ها، بیخوابی ها، گرسنگی ها و تلاش ها و همچنین با خلوص نیت معرفت، صبر و حوصله و مهربانی نشان می دهیم که خادمان خدا هستیم. تمام این کارها را با کمک روح القدس و با محبت بیریا در اعلام پیام حقیقت و با قدرت خدا انجام می دهیم. تنها اسلحه ما هم در دفاع و هم در حمله داشتن زندگی پاک و بی آلایش است. گاه احترام و گاه بی احترامی می بینیم، گاه مورد لعن و گاه مورد ستایش هستیم. ما را اشخاص دروغگو می شمارند، حال آنکه راستگو هستیم. گمنام ولی در عین حال مشهوریم، به حال مرگ افتادیم ولی هنوز زنده ایم. ما شکنجه می بینیم ولی به قتل نمی رسیم، غمگین ولی پیوسته شادمانیم. ما چون گدا غریب هستیم ولی در عین حال بسیاری را دولتمند می سازیم. بی چیزیم اما دارای همه چیز هستیم. ای مردمان قرنتس، ما چیزی از شما پنهان نکرده ایم، بلکه دلهای خود را برای شما باز کرده ایم. اگر روابط شما با ما سرد شده است، این از جانب ما نیست، بلکه باید ریشه آن را در دلهای خود بجویید. آیا شما نباید در مقابل محبت ما همان گرمی را نشان دهید و دلهایتان را به سوی ما باز کنید؟ من مانند یک پدر با فرزندان خود سخن میگویم. از وابستگی های نامناسب با اشخاص بی ایمان دوری کنید، زیرا چی شراکت بین نیکی و بدی است و چی رفاقت بین روشنایی و تاریکی، چی موافقت بین مسیح و شیطان وجود دارد و چی هماهنگی بین ایماندار و بی ایمان، و یا چی رابطه بین خانه خدا و بتها است. زیرا ما خانه خدا هستیم، چنان که خدا فرموده است: من در ایشان ساکن خواهم بود و در میان آنها بسر خواهم برد، من خدای ایشان خواهم بود و آنان قوم من. و خداوند می فرماید: از میان آنها خارج شوید و خود را از آنان جدا سازید و چیزهای ناپاک دست نزنید و من شما را خواهم پذیرفت. و خداوند متعال می فرماید: من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من خواهید بود.